سلام بنید عزیز، خوش آمدین به چینل MSF Family Vlog و آشپزی با دختر کابل. در نخص یک تشکری خاص میکنم از تمام شما دوستای عزیزی که چینل ما رو سبسکرایب کردین، ویدیوی ما رو لایک کردین، شیر کردین همراه با دوستانتان و یک جهان سپاس از کامنت های زیبای شما و کسایی که در چینل ما نو هستن خوش آمدید میگیم و اگر تا حالا چینل ما رو سبسکرایب نکردین با دستی سبسکرایب کنین، ویدیوی ما رو لایک و شیر کنین و در زیر هر ویدیو بر ما کامنت هایتان و نظریاتتان بانین. امروز بخواست چندین از هموطنهای ما، بینیدهای عزیز، پارا و برادرهای ما که گفته بودن یک بریانی آماده بساز که بسیار ساده و آسان که بسیار زود آماده شود. دیگه ما میخواییم بریانی آماده بسازم که مواد لازم ما هست. گوشت تای چیکن گرفتیم، شما میتونین که مثلا اگر رانش خوش دارین، هر سه مرغ مثلا سینهش میتونین گرفته. ما یک کیلو تای چیکن، سه گلاس برنج، سیر، نمک، زرچوبه، گرم مساله، بانجانومی، پیاز، لیمو، یک سه حلقه مساله بریانی و روغن ضرورت داریم. مندان ما به شما آماده ساخته، تمام مواد را نشان میتونم. سلام برزم شیرای محترم، برادرای عزیز، هر جایشون خوش و آرام باشین. آج جان بزن. خب بله، اول بیرم میزر دیک گرم شد، باز زود روغن اضافه میکنم چشم زود آماده میشه. کسایی که مثلا خوارای ما که کار میکنه میاین مثلا دلشان بریانی میشه، آجل که زود دم دیگ بخار ما آماده میزازم. برنج صاف نمیکنم، تمام شد دیگ بخار رو اضافه میکنم. بسیار خوشخور و خوب نرم میباشم و مزادار چشم. بله خب خیلی تا که دیگ خب اضافه میکنم. بله دیگه ما گرم شد، این از تفت میبرایه. دیگه ما روغن دمنش اضافه میکنم. میکنیم ملاقه دو عدد پیاز گرفتیم، پیاز متوسط. شما به هر اندازه که خودتان خواسته باشین توتا کردن میتونین، من برای دست به می اندازه توتا کردن به خاطر کلش نرم میشه. روغن ما گرم شد، این حالا ما بالش پیاز اضافه میکنم. یک ذره گلنار میکنم. پیاز گلنار میشه، ما ناما را میخوانم با شما. خوب بینید عزیز، دقا حال ما نوبت ناماست، ما ناما را بخوانم که تمام شما دوست عزیز لطف فرمودین که گفتین نامای ما را با ما بخوان، چینل ما را سبسکرایب کردین و بیننده همیشگی ما هستین. امی جان از نیوزلند، مروه جان از جرمنی، افیزه جان از فرانسه، وایده عظیمی از هلند، آرزو جان از پاکستان، فریگل اسلامی از ملبون، سکینه رمضانی از سیدنی، مهماس بهبودوف از آذربایجان باکو، زکیه جان از آلند، سحر احمدی، یاسمین ایشانزاده از جرمنی، خانم احمد سیار از یونان، مقدسه جان از ترکیه، وسیله جان از روسیه، نسیمه قربانی از استرالیا سیدنی، کائنات جان از لندن، کریمه قربانی از آلمان، معجوبه جان از جرمنی، خدیجه مرزایی، کائنات اسدی از لندن، آرزو رضایی از پاکستان، گلالای جان از جرمنی، انابیا جان از ملبون، رایلا مادر امید جان از سوئیس، مریم جان از سویدن، نوریه نوابی، یحیی جان از آلند، سعدیه جان از کانادا، شکریه شبیری از آلمان، عابده جان از کانادا. دیگه مشک علی جان بار پایین. خانم ساجده سادات شریفی و عبدالصمد حسینی که خانم ساجده جان گفته بودن که خداوند بعد از 25 سال بعد برایشان فرزند تا فرموده که به شما تبریک باشه. وام دگانگی است که نامایشان است محمد جان و زهرا جان، به شما بازم تبریک باشه خواهر عزیز، خداوند قدمش نیک کنه. و گفته بودن که ما هیچ وقت، یعنی دم 25 سال که ما فرزند نداشتم، ما هیچ وقت ناامید نشدم، شما هم همچنین هیچ وقت ناامید نباشین در زندگیتون.
و لیلی جان از سیدنی، مریم جان از ایران، آسیه رسولی از آلمان، ماریا علم از مسکو، نسیمه جان از کانادا، فضیله جان از آلن، نوریه محمدی از ناروی، مقدسه جان از امریکا، بشیر احمد علیار از فرانکفورت جرمنی، نایب مهدی از کویته پاکستان، شکیبا حبیبی از آلن، سحر بلوچزاده از لندن، ملاله جان از جرمنی، عادله جان از اتریش، گیتی جان از دنمارک، آریا جان از جرمنی، شهر فرانکفورت، شکیلا جان از سوئیس، بی بی آجی جان از لندن، فروزان جان از جرمنی، نسرین قنبری از ایران، مشگان احمدی از امریکا، مریم سنا از فرانسه، عادله عزیزی از جرمنی، شیلا احمدی از یو اس ای، خاطره نظری از تورنتوی کانادا، شکیبا جان از امریکا، عمره کامل از امریکا، توران عبدالستار از مسکو، مقدسه از شهر قندهار مقیم ترکیه، لیما جان و عابده جان دو خواهر هستند از ملبورن و فاطمه جان و پسرش محمد رضا جان از فرانسه. یک جهان تشکر از تمام شما دوستای عزیزی که از تمام بیننده های گرامی که چینل ما رو سای میکنین، ویدیوهای ما رو همیشه بیننده استین و از کامنت های زیبای شما یک جهان سپاس. حالا ما میم داشت پس خانه رو خودم میتی میترف سعی کنم که پیاز ما نسوزه. چشت های تشکر بسیار زیاد از تمام شما بیننده های عزیز. بله کمک روشنتر است، ما میخوانه کمک رنگش دوگاه نگذاره گلابی تیز شما. بسیار علی و اینجا چاینک میمانم که آب جوش آماده باشه. بیننده عزیز، بریانی به انواع و اقسام آماده میشه. بریانی مرغ من یک طریقه آسانشه که از ما خواسته بودید، من مرو امروز به شما آماده میسازم. باز بخیر در دیگه ویدیوهای بعدی باز به طریقه های مختلف بشم به شما نشان میدم. بیننده عزیز، بریانی را که در دیگه بخار آماده میسازید، اگر پیاز این بانجانه میشه کمک زیادتر باشه، باز بسیار نرم خوش خورمه، بخاطر که می پاید بریانی دیگه خورمه خونه دارن از همی لحظ باید انمی یک ذره نرمتر باشه و چربتر یک ذره. دوستان ما یک با آزانی علی جان میگیریم فیلمش. علی جان تو خوب آرام شیشتر نفس پدر اگه دید شور میخوره. با موزید قید دل بچیم علی جان دیروز اگر مویش قچی شد ارکت گرفت جگری تو زود قاب بیش یارم بیش. این حالا من بانجانومی رو اضافه میکنم. چشم سید اک بانجانومی خورد گرفتیم به یه اندازه توتا توتا کردیم. بسیار عالی. مساله جات نمک چیزا رو در بالاش اضافه میکنم. قاشق مونده
گرم مساله یک قاشق چایخوری ما در ویدیو برتا نشون اینجا میکنم. یک قاشق چایخوری هم زرچوبه شوالی نمک به تست خود اضافه کرده میتونیم. حالا یک قاشق میپردم. باز اگر کار شد دیگم و یا مست مساله بریانی یا به دست خودتون است که چقدر تون میخواین. مثلا میخواستین جا تون باشه تون میتونین کرده. اگر میخواین کمتر مرچش باشه کم اضافه کنین. از ما اولادو باز اگر برینی کمک تمتر باشه باز امرای ماست خوش دارن که نوشی جان کنن. چهار قاشق اضافه میتونم بخاطر که زیاد کلش فقط میخک است و سینمان است استکش یعنی دارچین پردار کنید. بله خواه نکلش اینجا این مساله که در بین دیگ مثل بسیار یک بود کبش دوستا عزیز یه مسئله شان است کنم مسئله دیگه نیست. ما زیاد گرفتیم مورد یک مرتبان کلان انداختیم بخاطر اینکه جای کم بگیره صاحب. من زیر دیگه یک ذره پخش میکنم در لوم آنگم سیاره بی که کمک این بنجانمی من نرم شد شون بدا میریم سیره. بینید عزیز من همیشه عادت دارم سیره هیچ وقت سرخ نمیکنم بخاطر که اگر فکرتون باشه یک تلخک مزه میده. وقتی که سرخ میکنیم ما وقتی که گوشت اضافه کردم بعد از اون بالاش سیر اضافه میکنم و خامبوی امین مرغ کاملا از بین میبره. و اگر بینیدن عزیز شما این رقم بریانی را آماده میسازید اگر گوشت تای چکن مثلا گوشت تای چکن از پت مرغ میباشه با خیالم نه؟ بله ران نیست از پت است دیگه. اگر از ران مرغ استفاده میکنید اول یک سرجوش بدین و درمستیک که میگن یعنی ران مرغ به خاطر که در بین خود میبین در بین استخوانش خون میباشه کمک فقط یک دو سه دقیقه کمی قف کنه قفاش که برامد میتونین بکشین لوابه که تیار کدین در بینش پرتین باز و یک دو دقیقه ور بخار بدین بعد از او باز برنجه بالاش اضافه کنم میتونین. اگر به می شکل امروز ما آماده میسازم به خاطر که تای چکن زود نرم میشه حاجت بخار نیست فقط کلش باز امروی برنج یک جایی میپرتم فقط یک چند نقدر در بین بانجرومی و پیاز شور میدم. چشم مثلا که اضافه کردیم بینید عزیز خوب است که بانجرومی هم زود نرم میشه و یکی دیگه فکرتان باشه که زیر دیگه از پیشتان نگیره چرک زود میچسبه باید شور داده بریم به این شکل. اینو ببینید نما پس زیر شکل زیر بلند میکنم تا آخر به این اندازه که شد بینید عزیز اینا در من گوشت اضافه میکنم. ببینید خب بینید عزیز وقتی که بانجرومی ما به این شکل شد ببینید که روغنش برامد جدا شد بلسه زیاد سرخ نمیکنیم. اینا ما بالا شمی مرغ پیش از پیش شدیم در بین چلا ساعت مانی باشه که آش در بینش اضافه میکنم. و برابر یک یک لقمه تمام شد تو تکلیم اینا رو من بالایش سیر اضافه میکنم. تو قاشق چایخوری من سیر هم از دکانه پاکستانی و هندوستانی میتونن بگیرین. من گرفتیم کشیدگی تایا دامن بوتا
ذره شور میتو بنداز است تا کمی رنگ گوشت ذره ببینیم که هم خود رنگ گوشت ما میخوام ذره سفیدک شوه زیاد هم نه فقط سفیدک شوه یعنی خدا سخت نه کما که یعنی حجمش کم شوه هم سایزش شما به اندازه خود میتونین گرفته بنداز است به 1 کیلو گوشت تایچیکن 3 گلاس برنج گرفتیم می گلاس های روزمره چایخوری این از این گلاس ها که یعنی 3 کپ 3 گلاس ما برنج تر کردیم عزیز ببینین که حجمش کمتر شد سفید شد و این بسیار زود نرم میشه نه ببینین زود نرم میشه بسیار گوشت این نازک است اما ما زیرش پخش میکنم پخش نه البته کاملا گل میکنم به خاطر که من تا آب برنج ما با جور بسازم جور بسازم اینا ما برنج صاف میکنم یک ذره آبش بره ما به شما در گلاس نشان میتم که از پیش شما مشتبه نشه دو گلاس آب اول اضافه میکنم به شکل شور میتیم برنج بالش اضافه میکنم به این شکل برنده عزیز ما امی آب برنج به اندازه امی برنج که ما خود استفاده میکنیم به شما میگم برنج ها فرق میکنه بعضی برنج ها دیرتر نرم میشه بعضی برنج ها زودتر نرم میشه این حالا ما اضافه میکنم دو گلاس اضافه کردم این گلاس سیومی شد گلاس سیومی من حالا مکس میکنم باز گپ میکنم چهار گلاس آب شد سر بله بسیار عالی به این شکل چرا که یکون دفعه بیرینده عزیز برنج در یک بغل میمونه گد که نمیکنیم باز آبش مالم نمیشه باید باید برنج هم خوب تر شده هیچ وقت دیگه بخار کاماده میزدین آبش یک دمی اضافه نکنین بیرینده عزیز کم کم اینم تک اضافه کدین آستا شور بتین نیم گلاسه که دیگه میپردم دیگه آب اضافه نمیکنم کامل بس شست بینده عزیز اگر زیاد باشه شله جور میشه نرم میشه ما میخواییم برمی اندازه بخی بس شست اینو ببینید من که اگر برنج به این شکل دیگه بگیرم برنج ازش مولم میشه من شورش میتم باز سه حلقه لیمون گرفتیم بالش اضافه میکنم لیمو بوی بیرینی زیاد خوبش میسازه بخون بوی مرغ از بین میبره خوب بیرینده عزیز من نمک مرچ نمک شچشم کاملا دم یک قاشق چاخوری بس میکره چون که مصاله بیرینی از خودم نمک داره و در 5.5 گلاس آب انداختم که به نیم اندازه ما که آماده میسازم باید آبش به اندازه باشه برنج ما کاملا تر است اتو نیست که تر نشده باشه مثلا این هم فکر شما باشه برنجتان باید خوب تر باشه به اندازه این حال مزیر اول سرپوش دیگه بسته میکنم
بلند میمانم بیننده عزیز. بیننده عزیز این برنج در ظرف 15 دقیقه آماده میشه. 5 دقیقه اولش آتش بلند میمونیم، بعد از 10 دقیقه دیگه شه آتش بسیار پخش در لو پخته میکنیم. چشم. بله. خب ما پس برمیگردیم تا وقتی که برنج آماده شد. بله. خب بیننده عزیز این حال 5 دقیقه پوره شد، بخارش بلند، داتش بلند، اینا رو مایده میگیرم پخش میکنم و در یک دیگه میمونم چیزه نیلو ماندم چیارا لیزه؟ بله چیگه در یک دیگه میمونم بازاسه بخیر میکشم دقیقی بازا شما نشان بشیم چرس. خب بیننده عزیز در دقیقه پوره شد، مزیر دیگه خاموش میکنم بخار فشار شد میکشم و بخیر شما نشان بشیم چرس. خب بیننده عزیز ما آن سر دیگه استیک رو باز میکنم. یعنی ببینیم بیننده عزیز بسیار عالی بالا نیلی نورم میکشم خب بیننده عزیز موال لیمو را جدا کردم در بشقاب اینجا بیمانم میگه بسم الله گفته به این شکل برنج اول هیک گرد میکنم بسا ما دور زاده میشیم که لنز کامرا خراب میشه سریم بله بسیار عالی واقعا که یک بوی بسیار خوبش داره تشکر کماندان صاحب محترم دست شما درد نکنه بسیار عالی بسیار ما ای بخیر سر میز نمونم با شما نشان میتونم که علی جان نمیمونم ای بخیر بگیم چی کده با ما؟ علی جان گوشوره رو خوش داره که از گوش بکش خب چاش سر بکرم یک دست لیمو رو اضافه میکنن دبالش دیگه برنج ما کاملا آماده است. سلام دوستان و عزیزان، خوش آمدیم به چینل MSFA Family Vlog. همیشه خوش باشین، هر جا هستین آرام باشین. دوستان دیگه بخیر، بسم الله الرحمن الرحیم. امی ویدیو نیره ترای کنیم، نوشجا کنیم. واقعا بسیار یک بوی مزدار، یک بوی خوبش که از بویش فهمیده میشه که نان مزدار است. بسیار عالی، بسم الله الرحمن الرحیم. دعا ماست. بله دوستان گوش شو ببینید سه بسیار خوب پخته شده سه. بله بسم الله الرحمن الرحیم. واقعا مزه دار نوش جان، واقعا تمام طعم مزه نوش جان. نه مچ نمک تمامش برابر بسیار خوبه. شما پخته کنید نوش جان. برنجش هم خوب مثل برنج دم کردگی وری وای کشیده یا صاف کردگی وری، یعنی شلا درست نشده سب نشده. بله بینیده عزیز، من بازم به شما تکرار میکنم، من می آب برنج که من اضافه کردم، من نظر به برنج که ما خود ما استفاده میکنیم، من نظر به رزو به شما گفتم. بعضی برنج هاست که زودتر نرم میشه، مقصد از پیشتان اشتباه نشه خواره عزیز، آبش کمتر اضافه کنین. بله بخاطر که یک ذره چربک است، باز در پلیش ماست که در نعنای خشک یک بادرنگ هم آماده ساختیم، یک ذره نمک چربی را از بین میبرم. واقعا آنی باشه دوستان، اگر خواهی پدری بگیرم ما کیف کرد، من میرم نوش جان میکنم، باز دیگه من نوش جان نمیکنم سه
واقعا مذارم من یه زود نوشجان کنم و بسیار عالی و بسیار مزدار. یا منم خوب ماست با نانا و با بادرنگ. بله بسیار عالی. خوب دوستان، هر جا هستین خوش و آرام باشین، سرفراز باشین، سربلند باشین، همیشه خوش باشین. خدا یار و مددگار شما. تشکر از اینکه همیشه ما را سپورت میکنین، حمایت میکنین، خانه پدر شما با. تشکر. خب بینید دای عزیز، این بود ریسیپی بریانی. امید از مورد پسند علاقه شما دوستای عزیز قرار گرفته باشه. چینل MSFA Family Vlog و آشپزی با دختر کابل فراموش نکنین. چینل ما را سابسکرایب، ویدیو ما را لایک و شیر کنین و کامنت هایتون را در زیر ویدیو بر ما بالین. خدا حافظ تا ویدیوی بعدی و یک ریسیپی بعدی. خدا حافظ شما هموطنان عزیز، برادران عزیز، خواهرای محترم، هر جای هستین خوش و آرام باشین. همیشه خنده به لبای شما. خدا حافظ شما. قربان علی بابا. و دادی مویای بچه ما کم کردیم جون. خب خدا حافظ دوستان. خدا حافظ.